شیشه برقات کم بزنی. آهای عباس رو کم بیم برزن. آها خروج در بیستی لطفا. چکامونو بده، اجاره هامون چی، خرج خونمون چی، بابا نمیشه این تایم، این تایم که شما میخواییم ببندید یعنی بوقعی که واقعا مشتری میموند، واقعا این کار نباید بشه، صبح بسته بشه آره ولی بعد از ظهر نه. پیشنهاد اینکه دولت کمک کنه، دولت در قبال این تعطیلی ها کمک کنه. ما الان 5 میلیون داریم اجاره میدیم، 5 میلیون داریم اجاره میدیم، شما فقط سر چراغ دارین در مغازه رو میبندید، حداقل بگید 7.5-8. چجوری میره فروشی کرونا نیست، صبح تا زور کرونا نیست، تا از کرونا نیست، از به بعد کرونا هستش. این چه داستانیه؟ کرونا از صبح هم هست، شب هم هست، غروب هم هست. کرونا شب میره خونه میخوابه. تو سوپرمارکت کرونا نیست، تو فروشگاه زنجیره‌ای کرونا نیست، تو قصابی کرونا نیست، تو میوه فروشی کرونا نیست، فقط تو پوشاک و تو موبایل فروشی و تو نمیدونم طلا فروشی و لوازم آرایشی کروناه، پوشاک کروناه. این چه داستانیه؟ حتی اگه سر چراغ صبحو ببندن، چرا صبحو نمیبندن؟ ما صبحو باز میکنیم، هیچ کس نمیاد. صبح تا حالا من 30000 تومان داش گرفتم، 20000 تومان پول گرفتم، اجاره مغازم 4 میلیون تومانه، 20000 تومان کاسه من روزی 200000 تومان دارم اجاره میدم. حمایت بکنن از ما، یه ما اجارمونو بده، ما یه دو ما اجاره رو نبندیم، میریم خونه میگیریم میخوابیم، خرج خونه رو از جیب میخوریم، اجاره مغازه ما رو بدن. حداقل ضرر یه طرف نه. نه که همه رو فقط کاسه جبران کنه که نمیشه که مجبور کنن اجاره نگیرن. آره آقا. جورش به فقط من مستاجر میرسه. اگه دو نفرم میخواد اینجا رد چه؟ بخواد حتی پول اجارهمون رو به در بیاریم نمیشه که این وضعیت. آقا تو مغازه ما هر دو ساعت یه نفر میخواد بیاد خرید بکنه. کرونا میگیره. تو فروشگاه زنجیره چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا در اونا رو نمیبندن؟ چرا بانک دولتی، چرا ادارات دولتی بسته نمیشه؟ تو اونا کرونا نیست. اونجا مسئولیت دارن مردم. همه پروتکل رو رعایت کردیم، نمیدونم پلاستیک زدیم، دستکش داریم، فلان داریم، بیسار داریم، همین هم هست. الان شما از تو بازاری همه رو بگو چند نفر کرونا گرفتن توی این 9 ماه؟ ولی تو بانک ها رو برو بگو هر روز سی بانک ها رو 4 نفر از کارمندان فلان بانک کرونا گرفتن، 5 نفر از فلان اداره کرونا گرفته. حالا فقط چسبیدن به بازاری ها، اونم دقیقا تایمی که میخواد کاسبی باشه، دو زور پول در بیاریم بریم خونه.
صحبت سر این قانون اگه از برای همه باشه، چرا فقط بعضی هست؟ چرا فقط نمیدونم بقول دوست اونجا شیر فروشی باید باز باشه؟ میگم اگه میخوام ببندم ما حاضر تا چهار ببندم به شرطی که تعطیل بشه کلا. اصلا چهار چی؟ اصلا از تو بیا ببندم. مگه تجمع الان فرقی کرده؟ اعزام ملت فرقی کرده؟ چه فرقی کرده؟ ساعت چهار من ببندم. چهار میبندم. شهران برون نداره. معلوم به آقا زور میبندم. چه فرقی کرده؟ ایران سال دلیله. صبح تا ساعت 6 هیچی پول نگرفتی. یک کریاری نگرفتی. شیش به بعد ما میخواییم یه 10,000 تومان کاسه کن اجاره ما در بیاد. چند روز که این وضعیت میشه مردم خودتون میدونه که شده بوده. حاجی گوش کن. حاجی گوش کن. من یه فرم شما رو کاملا میدونم. تو همه جای دیگه بودیم برد. بله. یه مقدار بیشتر از این هم برد. بله. این عرض کردم. ما تمامون تابع قانون. شما هم حیفت. ما هم الان بسیم. نه میدونم. ما یه نانته دارم. تمامون تابع قانونیم. ما دنبال این هستیم که قانون خودمون برای حفظ سلامت خودمون و خانوادهمون رعایت کنیم. فرمایشات جناب عالی کاملا درست. کاملا اجازه میدید. من بقیه‌اش رو بفرمایید. فرمایشات جناب عالی کاملا درست. ممکنه بحث اجاره باشه. موضوعات مختلف ولی دوستان بعضاً پیشنهادات خوبی رو داشتن دیگه. بله. گفتن که ما به خاطر اینکه این رفتار نهادینه بشه در بین همه مردم بیاییم در واقع این کار رو انجام بدیم، بگیم که اگر هر کدوم از مردم هر شهر که ساکن این شهرها میخوان خرید بکنن بلی. از صبح از 8 صبح تا 6 بعد از ظهر بیان خرید بکنن، این رو بولدش بکنیم، نه این در واقع همه رو بگیم که چرا این کار انجام شد. ما چون تا 6 بعد از ظهر هست دیگه بلی. زمان و فاصله زیادی هست، از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر این همه ساعت رو داریم مردم در مورد زمان خریداشون رو انجام بدن. اصلا غیر ممکنه هم کاسبی انجام بشه که بوچه‌ها چرا مشکل نشه، هم یه ازدهام جناب گوش کنید، همه پاسبن نباید هم یه لحظه اجازه بدید آقا یه دقیقه فاصله اجتماعی رعایت بشه. این اتفاق خوب نیست دیگه. Gracias.